دسته تاجیکستان استقلال در حیات زیرین به میدان برآمدند. در روزبان رقم یک علیشیر تویچیف، رقم چهار ایرج رجابف، رقم پنج محمد علی صادقف، رقم شش دورانجان ارگاشف، رقم هفت ابراهیم ربیمف، رقم نو نوردین دورانف، رقم ده جهانگیر جلیلف، رقم هفده دلشاد واسیف، رقم هجده فتولو فتولویف، رقم 23 الکساندر فرانک، رقم 24 عمر جان شریفف. سرمربی دسته استقلال جمهوری تاجیکستان نیکولا کاوازویچ از جمهوری سربیا. اکنون دسته مهمانان پلامن بن کراون از کامبوجا در هیئت زیرین بازی میکنند. در روزبان یور آری، رقم دو چان دورا، رقم چهار تینگ تین کپیتان دسته، رقم پنج سوینگ وانتان، رقم هفت کیم بروی، رقم 13 پیک رادی، رقم 14 وی لیکا، رقم 17 سو سوهانا، رقم 18 امانوئل کووتا، رقم 19 سوک تنگ، رقم 22 یورک آری، رقم 27 چون سوانا. سرمربی این دسته داوید بوس از بریتانی کبیر. داوران امروزه بازی: داور در میدان حمیس محمد آل موری از قطر. داوران خط یا خود یاوران سردوار: لیم کوک هان از سنگاپور، پولا نمال از شریلانکا، گامینی روبرت همچنین از همین کشور، نوزری بازی داوید از فیلیپین و نوزری داوران فانگ فایت از گونگ کونگ. حالا دروازه دسته تاجیکستان استقلال استرویچاپ و دروازه مهمانان دسته کامبوجا استرفیروس با لباسهای سرخ. باعث خرسندی است که این لحظه قریب دو طرفی میدان اساسی بیش از 10,000 علاقه مخلصان تشریف آوردند. علاقه این از آماویت و پیشرفت فوتبال در پایتخت وطنمان شهر دوشنبه گواهی می‌دهد. و ما امید داریم که امروز دسته استقلال و همچنین پنوم پن کراون چمپیونی کامبوجا هنری والای فوتبال را نشان می‌دهند. اکنون فوتبال آغاز گردید، می‌گذاریم به شرح بازی حالا با تو فوتبالبازان تاجیکستان محمد علی صادقف با ابراهیم ربیموف و امکانات خیلی هم خوب، ولی اینجا وی لیکا توپ را زده. برگردونه باز نوردین دورانف آسان او خیلی هم ضربه مناسب زد، ولی یک کمی دورتر از پالجوبی دروازه از میدان بیرون برآمد. حالا او در اکران تیزروی شما است، نوردین دورانف. و واقعا امروز میدان اساسی شهر دوشنبه خیلی هم زیبا گشته است بعد تعمیر و برای برگزاری چنین بازی‌ها خیلی هم موفق است. حالا در دروازه‌بان دسته کامبوجا یوری آری این لحظه با ضربه خیلی هم قوی توپ را به بازی انداختند و اینجا فوتبال بازان حالا تاجیکستان به توپ صاحب میشن. ابراهیم ربیموف و توپ از میدان بیرون برآمد. حالا مهمانان توپ را به بازی میاندازند، فوتبال بازان کامبوجا، چون که شما علاقه اطلاع دارید در وخوری گذشته این دسته از دسته دوردوی که سابق دوردوی دینامی قرقیزستان مشهور است با نتیجه خیلی هم کلان 0-8 مغلوب گردید. قوازمایی دسته ها نوکک شروع گردید. دقیقه دویومی نیمه اول این واخوری حساس و در حقیقت برای دسته استقلال این بازی اهمیتی مخصوص دارد. در صورت پیروزی دسته استقلال تاجیکستان، این تیم آوازداری کشور، چمپیونی کنونی مملکت،
به دور نهایی مسابقه راه می‌یابد و البته باوری داریم که امروز فوتبال‌بازان تاجیک هنر و استعداد فوق‌العاده خود را در این میدان منظور مخلصان می‌سازند و از آغاز دقیقه‌های اول الکای مشاهده کردن ممکن است که همه بازیگران و مخلصان سرشمار فوتبال کشور انتظار البته بازی جالب و موفقیت کاملی دسته استقلال می باشند. و یکی از بازیگران دسته حریف کمی آسیب دیده است و حالا داور از قطر حمیس محمد المری اشاره به دختر دسته می کند که به او کمک نماید و مخلصان سرشمار هواداران فوتبال کشور امروز در این ورزشگاه جمع آمدند و در حیات دسته استقلال تاجیکستان نیز ما تغییرات مشاهده میکنیم. یوسف ربیوف که در خط پیش هنرنمایی میکرد با همراهی فرهاد طاهروف در بازی امروزه در حیات بازیگران احتیاطی قرار دارند و فرانک الکساندر تحت رقم 23 و ابراهیم ربیموف تحت رقم 7 و همچنین امید جان شریفوف در بازی امروزه به میدان برآمده است و بنابر سبب کارت سرخ داشتن صاحب سمو قلوف او این بازی را در این قوه آزمایی شرکت کرده نمیتواند. یعنی 3 نفر بازیگری اساسی دسته استقلال در واخوری امروزه به میدان نبرآمدند و البته در قسم دوم باز تغییرات یا یوسف و همچنین باز بازیگران خط پیش فرهاد طاهروف نیز با توصیه سرمربی نیکولا کاوازویچ باوری داریم که به میدان میآیند. و بازی جالبی دسته های گروهی بیرو ما البته قبلا به شما منظور نمودیم. دسته الامری با حساب کلانی 5-1 موفق شد و همینطور از گروهی بی دسته الامری به دور نهایی این مسابقه 7 انعنوی جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا راحت گرفت و فوتبال بازان تاجیک امروز برای پیروزی برای موفقیت به میدان برآمدند و آنها ماهرانه این لحظه به هجوم میگذرند. دلشاد محمد علی صادق در احاطه یک نفر دومرو و زون محمد علی توپ را به نیمه راست میدان و دوران نورالدین دوران و توپ بلندتر از تیر دروازه از میدان بیرون شد و این اولین کوشش فوتبال بازان تاجیک در دور دوم مرحله نهایی مسابقه انعنوی جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد. دلشاد واسیوف کاپیتان دسته و مخلصان دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان و استادان و آموزگاران البته در این مسابقه در این دوره حساس دسته استقلال را همه جانبه دستگیری دارند و هواداران فوتبال امروز در ورزشگاه خیلی زیادند و باور داریم که امروز این تیم پرقوت کشور چمپیون کنونی مملکت استقلال جمهوری تاجیکستان خاطر هواداران و مخلصان سرشمار فوتبال کشور را شاد خواهد نمود. و حالا خطاگی از جانبی فوتبال بازان تاجیک بود و اینجا بعدی آنه که نیمه حافظتگری دسته پنومپین کراون را افتانیدن داور جانبی دروازه علیشیر تویچیو ضربه جریموی تعیین میکند و تینی کپیتان دسته تحت رقم 4 و نیمه حافظتگری این دسته وی لیکا با هم مشورت دارند و هلوکانومی از اینها ضربه جریموی جانبی دروازه دسته استقلال میزند و چون نیمه راست اشاره میگردد اینجا ابراهیم ربیموف با تجربه این وضعیت نه چندان مشکل رو به آسانی برطرف میسازد و حالا ببینید که دلشاد واهیرانه تلاش دارد که از اشتباهی دروازه با خوب استفاده کند. دلشاد مسئولیتی بیشتر دارد و در بازی امروزه کاپیتان دسته در خط پیش با همراهی ابراهیم ربیموف هنرنمایی دارند و البته بسیار شایسته افتخار است که امروز البته فضای آزاد و آباد استقلالیت کامل دولتی است که امروز چنین مسابقه های با نفوذ در کشور برگزار می شوند و تعداد هواداران و مخلصان سرشمار فوتبال مملکت در ورزشگاه ها از این هم بیشتر می گردد و دقیقه 7 سپری گردید و یک دفعه فوتبال بازان تاجیک خط محافظت دسته پنومپین کراونی کمبوج را به آسانی رخنه کردند و مهمانان باشند تا کنون امکانات مساعد را در جریمه گاهی دسته حریف به وجود نآوردند و حالا محمد علی صادقوف توپ را به دوران ارگاشو دوران چون به نیمه چپ میدان نظاره میکند نیمه حافظتگری کناری چپ دسته استقلال فتحالله به او اشاره کرده حالا باز توپ از کناری چپ به خود ابراهیم ربی داده میشود و نوریدین دورانوف با کپیتان دسته دلشاد
تحت رقم هبهم وبوز محمد علي سوبيكوف فرانك الكسندر كي دربوزي امروز در حیات اسوسیات با سویپش حرکت میکرد بیل شوت ضربه میزند ضربه قوی بیل شوت رو دروازه بون اوزودونا برمیگرداند و اشاره به خودی محافظت گران دارد که در بازی امروز البته بیشتر در خط دفاع قرار داشته باشند و سربانوی دسته پنومپین کراونی کامبوجا از بریتانیا کبیر دیوید بوس در بازی امروز البته اشاره به خودی شاگردان دارد که بیشتر خط دفاع رو اختیار کنم چون که دسته البته از بازی های قبلی ایام بود و قبلا نیز این دسته میداند که تیم استقلال خیلی تیم پرقوت است و اینجا اشتباهی که بازیکن دسته پنومپین کراونی کامبوجا بود که از نوردین داورانوف رو بله افتانیدن و اینجا خودی بوزینگری با استعداد این دسته که در خط نیم محافظت مرکز وی لیکا هنرنمایی دارد خود تصدیق میکند که اینجا غیر قایده بود نوردین داورانوف تحت رقم نهم نوردین که نوکک ضربه زد و حالا فتح الله تحت رقم هجدهم نیم محافظتگری کنار چپی دسته استقلال و همچنین تیم ملی کشور ضربه جریمه میزند با اکنون دیافا دروازه بان و باز دو نفر چون همیشه ما مشاهده میکنیم که ابراهیم ربیموف دلشاد واسیوف و داوران ارگاشف تحت رقم و این حالتی که ببینید چگونه به خطاکی راه دادم و نوردین داورانوف را از پای افتانیدم و این را نیز دوبار تصدیق میکنند دوبار از قطر و جانبی دروازه دسته کامبوجا ضربه جریمه تعیین کرد و حالا دروازه بان یورک اری تحت رقم 22 توبرو به بازی در آورد رقابت هر دو دسته علاکای بعدی سپری گردیدن این دقیقه نهم خیلی جالب است نسبت به بازی اولی که در دوری دوم مرحله نهایی این مسابقه برگزار شد حالا محمد علی صادق با سوی پیش حرکت میکند دلشاد به او اشاره میکند و اینجا فرانک الکساندر باید زودتر به سوی پیش میشتافت ولی این دفعه باز چون همیشه تحت رقم 13 پیک ردی که در خط محافظت است هجوم دسته استقلال تاجیکستان را قد می نماید و محمد علی صادق زود توپ را به ابراهیم ربیموف ابراهیم در احاطه دو نفر زود توپ را به فرانک ابراهیم محمد علی صادق خود به سوی پیش حرکت میکند و اینجا ابراهیم را ببینید که در چنین فرصت و اکنون ببینید از چنین لحظه های حساس فوتبالبازان تاجیک البته جهد و تلاش میکنند که پیوسته در خط هجوم باشند و نخستین شده تشبث برتری را به دست گیرند و گل نخستین را گوریدی دروازه دسته پنومپین کراون کامبوجا نمایند دقیقه دهم سپری شد حساب کشوده نشده است و تشبث و برتری فوتبالبازان تاجیک در این لحظه ها بر علا مشاهده می گردند دوستان ارجمند مخلصان استشمار ورزش ما دارشان را ادامه می دهیم و اینجا حالا هجوم فوتبالبازان استقلال تاجیکستان بود و حالا باز فوتبالبازان دسته کامبوجا پیک رادی این لحظه را به بازی می اندازد واقعا هم طول تقریبا یک هفته می شود که در پایتخت وطنمان شهر دوشنبه جشن فوتبال است زیرا شش دسته چمپیون کشورهای آسیا در قسم فینالی برای دریافت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک کردند حالا هجوم فوتبال بزن دسته استقلال بهترین امکانات پرتاخت محمد علی صادق بود که خیلی هم ماهرانه و حالا او باز توبرو برگردیم ولی علاقه باید اینجا مهمانان دسته کامبوجا این لحظه توبرو با بازی اندازد رقمی 13 از دسته کامبوجا پیک رادی این لحظه حالا نه باز رقمی 4 تین تین کپیتانی دسته کامبوجا حالا توبرو با بازی میاندازد و واقعا هم دسته استقلال در بازی گذشته بر دسته دوردو دینامو مورد بلند نشان داد و بنچه 0-2 پیروز گردید. اول با تو فوتبالبازان دسته استقلال بودند که این لحظه باز توپ را مهمانان وی لیکا از دسته کامبوجا زده از میدان بیرون کرد. اول باز با تو فوتبالبازان دسته استقلال الکساندر فرانک این دفعه الکساندر فرانک در قسم اول به میدان برآمده است
و شاید بعضی تغییرات ها نسبت به بازی دور دوی برای دسته اینجا حالا بازی فرکتی مناسب و در روزبانی دسته مهمونان توبرالا یاری آری داشته میگیرد و همونو به هم دسته خود هوا داده و رقمه دو چند داره یعنی به بازی مندازد. به شبه اگر امروز استقلال تواند در این فوزنوی بالابا به دست بیارد صدرصد در قسم فینالی این مسابقات اشتراک میکند و این البته باعث افتخاری هر یک تاجیکی تاجیکستان است که امروز در ورزش رقم یک یعنی دسته پایتخت وطنمان شهر دوشنبه استقلال امروز واقعا هنر واقعی فوتبال را نشان میدهد و این البته امید با آینده اون میبندیم که آیسته آیسته فوتبال کشورمان پیشرفت میکند و در آینده شاید در بازی‌های جهانی و بین المللی و قدوی دسته تاجیکستان پیروز می‌گردد. حالا دلشاد واسیف کاپیتان دسته و اینجا باز امید جان شریفوف و فتولو فتولویف باز کوشش میکند که توپ را آسان و اینجا حمایتگری دسته کامبوجا وی لیکا توپ را زده از میدان بیرون کردند و حالا توپی کنجی به سوی دروازه دسته کامبوجا تنگ می‌گردد و اینجا حالا بازیگران احتیاطی دسته کامبوجا در اکران تلویزیون شما هستند و همچنین دسته تاجیکستان سرمربی دسته نیکولا گوازویچ که واقعا امروز خیلی هم کوشش کرده است که دسته استقلال هنری بالا در میدان نشان دهد. بله دقیقه اول اون دفعه نیست در بازی با دسته دوردوی دسته کامبوجا خیلی هم خوب ایستادگی کرد و حالا در اکرانی تیزروی شما رقم پنج ستوین وان تون یکی از بازیگرانی بهترینی دسته کامبوجا بودن. در دقیقه قسم اولی تقریبا 20 دقیقه قسم اولی بازی خیلی هم این دسته خوب ایستادگی کرد ولی بعدا بیشتری یعنی هجوم ها از طرفی دسته دوردوی بودن که با 8 توپی بی جواب این بازی انجام یافت و عموما این بازی ها از روزی 24 سپتامبر اینجا حوز بازی یک پرتافت خیلی هم زیبا و توپ از میدان بیرون برآمد. این بازی ها از روزی 24 سپتامبر در شهر دوشنبه آغاز گردیدند و در نخست واخوری استقلال بر دسته دوردوی با نتیجه 0-2 غلبه به دست آورد و همچنین دارنده جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته تایوان پاور کمپانی با الامری فلسطین با نتیجه 1-1 مساوی بازی آنها جمع بحث شده است. در دور دوم باشد دسته پاکستان با دسته تایوان پاور کمپانی با نتیجه 1-2 به فایده دسته بله با فایده دسته پاور کمپانی جمع بحث شد. همین طریق دسته واخوری پنومین کراون با دوردوی با نتیجه 0-8 که دسته دوردوی فکر میکنم از همه توبی بیشتر در این مسابقه وارد دسته کامبوجا کرده است و چند قبل واخوری دسته الامری فلسطین با دسته آزمایشگاه پاکستان در همین میدان برگزار گردید و این بازی با غلبه دسته الامری جمع بحث شد. حالا باز با تو فوتبال بازان دسته کامبوجا پیک رادی خیلان بعدی بازی گذاشتن اونو کوشش دارن که امروز مهارتی بلند نشان دهن. البته باز با تو فوتبال بازان دسته استقلال و اینجا امید جان شریف رو داده از پای افتاندن و شاید اینجا حدی بله کارت زرد اینجا نشان داده می شود برای رقم پنج از دسته کامبوجا سوینگ اونتان و همین طریق اولا توپی جریموی دلشاد واسیف آمادگی دیده است برای زدن توپی جریموی به سوی دروازه کامبوجا. اکنون حالا
ببینین این لحظه خیلی هم حساس برای فوتبال بازونی هر دو دسته است. اصلا اینجا خیلی هم زیبا فوتبال بازونی تاجیکستان این امکانات را استفاده بردن و اصلا اینجا حالا در اکران تیزروی شما محمد علی صادق بودن و واقعا هم امروز محمد علی صادق هم در خط هجوم و هم در خط دفاع مهارت بلند تکنیکی و تاکتیکی نشان میدهد. حالا باز با تو فوتبال بازونی دسته کامبوجا و سوین وانتان و هم دسته خود هم امید داده ابراهیم ربیموف تیز توپ رو با دلشاد واسیف و توپ این لحظه از میدان بیرون برآمد. اکنون پیپ رادی این لحظه توپ رو با بازی میاندازد. این لحظه تکراری خیلی هم زیبایی همون لحظه که به تازگی یعنی فوتبال بازونی تاجیک ضربه زدن که این ضربه وارد دروازه نشد ولی خیلی هم زیبا و دیدنی بود. عموماً فوتبال با گل خیلی هم زیبا است. اولا دلشاد واسیف در اکران انتظار شما در حمایه دو نفر و اینجا توپ رو از دست میدهد و همون با توپ مهمانان سوین وانتان و باز فوتبال بازونی تاجیک نوردین داورانوف توپ تیز تیز اینجا از یک دسته به دسته دیگر میگذارد و باز با توپ فوتبال بازونی تاجیک نوردین داورانوف ضربه به پیش ولی اینجا توپ از میدان بیرون برآمد. والا در شما الکساندر فرانک و مخلصانی سرشمار با پرچم امروز آمدن. این البته چونین تعداد را ما کیها باز در ورزشگاه مرکزی تعداد مخلصان را ندیده بودیم اصلا که امروز برای دستگیری دسته استقلال آمدند و امید داریم که در روز سیوم در صورت غلبه دسته باز تعداد مخلصان در این میدان بیشتر میگردند و توسط یعنی دستگیری کفکوبی آنها باز هم فوتبال بازونی تاجیک مهارت بلند نشان میدهند که این البته قبول شده است و اگر مخلصان بیشتر به میدان اساسی بیایند فکر میکنم فوتبال بازونی استقلال نیست بهتر و خوبتر نمایی بکنند. و حالا باز با توپ فوتبال بازونی استقلال اینجا توپ دلشاد واسیف فتولو فتولویف اینجا از طرف چپ در یوته دو نفر و اینجا تیزه کک به هم دسته خود هم میدهد ولی اینجا کسی نیست کسی نیست و اینجا مهمونان سوین وانتان به هم دسته خود سوک پینگ هوا میدهد و اینجا حالا توپ از میدان بیرون برد. از آغاز بازی نزدیکی 20 دقیقه گذشته است. حساب شده نشده است 0-0 در واخری میان دسته استقلال جمهوری تاجیکستان و نومن کراونی کامبوجا برای دریافت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2012. رقابت دسته ها خیلی جالب است. فوتبال بازونی تاجیک از نیمه چپ به هجوم میذارم فتح الله در احاطه دو نفر نفر سوم را فریب میدهد زود به سوی پیش و باز همدسته او از سمت چپ میدان کمبینیسه جوابی برای این دفعه باز چون همیشه در خط پیشی دسته دلشاد واسیو و ابراهیم ربیموف قرار دارند و دلشاد رو ضرور است که هر یک ایمو اشاره هم دستش رو فهمد و جای خود رو در کنار راستی میدان نیمه میدان دسته حریف اشغال نماید. دروازه‌بان اینجا سراسی مبار توپ رو به بازی می‌دارد و حساب تا کنون شده نشده است. دقیقه 21 نیز سپری گردید. فرانک الکساندر نوریدین تحت رقم 9 زود توپ رو به نیمه چپ میدان باز به محافظتگران و اینجا اکنون فتح الله چون همیشه آماده است خود نوریدین فرانک الکساندر به نیمه چپ میدان در آن نقطه‌ای که محمد علی صادقوف قرار دارد توپ رو به او هوا می‌دهد. محمد علی در بازی قبل خوب هنرنمایی کرد و در بازی امروز نیز خواست که با سرش توپ رو وارد توری دروازه یورک علی سازد. بعد کوشش کاپیتان دسته دلشاد واسیوف و در قوازمایی دوری نوبتی که دسته کامبوجا با حساب کلونی 8-0 مغلوب گردید البته مخلصان فوتبال تاجیک گمان داشتند که دسته استقلال در میدان خود و در بازی امروز در نیمه اول زود موفق میگردند و تعداد گل ها را زیاد میسازند. این فوتبال است.
هر یک مربی هر یک دسته البته تاکتیک و تکنیکای خود رو دارد بازی جریان دارد جالبیت مشاهده میگردد نوردین داورانوف نوردین البته خود اصاری نگرانی دارد البته اما وقتی که آماده نیست بازینگر باید به نیمه چپ یا هم دستهش رو مشاهده کند که موقعش رو درست اشغال کرده است یا این کار رو به طرز دیگر و توکل کرده ضربه زدن به گمانم حجت نیست و نوردین داورانوف الکی دفعه دوم است که کمی سراسیمگی خود رو نشان میدهد و الکی در گروه بی دسته غالب معین گردید بعدی پیروزی شایسته دسته الامری فلسطین با حساب کلانی 5-1 از گروه بی الکی دسته الامری به دور نهایی این مسابقه راه یافت و امروز غالب انا همین دور دومی مرحله نهایی باز راحت میگیرد و حالا این وضعیت نچندان مشکل رو در وزبون به آسانی رفت میکنند و بازی جریان دارد در خط پیش تحت رقم هفتم بازینگری که کیم بیر بورای این بازینگری که در قوه آزمایی اول در بازی با دسته داردوی نیز خوب هنر نمایی کرد و در خط پیش نیز چند دفعه برایش امکان فراهم بود که حساب بازی را تغییر دهد ولی باز محافظتگرانی با تجربه دسته داردوی به آن بایز گردیدند نوردین داورانوف چون همیشه نیم محافظتگر مرکز سراسیمه می شود و این دفعه باز از اشتباه او فوتبالبازان دسته کمبوج خوب استفاده میکنند و حالا تحت رقم 18 هم ایمانوئل کواتو که در خط مرکز نیم محافظت مرکز دسته حریف هنرنمایی میکند چند دفعه الکی از خطوگی نوردین داورانوف استفاده کرد و فوتبالبازان تاتی گوبینر که باز از مرکز میدان کمبینسه جوابی را سازمان میدهند این دفعه باز خودی بازینگرانی که در خط مرکز هنرنمایی دارند جهانگیر جلیلوف تحت رقم 10 هم این دفعه البته اشاره به نیمه راست میدان کرد به خود همدستگانش که باید در چنین لحظه البته به او کمک کنند و بیشتری بازینگرانی دسته کمبوج در خط محافظت هم و این دفعه باز امید شریپوف از پای می افتد و این البته همه از روی قاعده است بازی جریان دارد حساب تا کنون شده نشده است و در حتی دسته کمبوج تغییرات سو این ون تحت رقم پنجم در حیات اساسی بود میدان را ترک نمود و به جای او چن چایا به میدان آمد این بازینگر در واخوری قبلی نیز در حیات بازینگران احتیاطی بود و حالا دروازه‌بانی دسته نامپین کراون یورک آری توپ به بازی درآورد محمد علی صادقوف امید شریپوف این بازیگر جوان در حتی دسته استقلال امروز در حتی اساسی هنر نمایی دارد ابراهیم نیست همچنین فرانک الکساندر سه نفر و کندر شد واسی در حتی سه نفر زربا میزند شد این لحظه زربا این شد گول در دقیقه 25 نیمه اولی قوازمایی و ببینید همه دست پرورانی دانشکده تربیه جسمانی جمهوری تاجیکستان و همه مخلصان هواداران و آن نفرانی که در بازی امروزه برای البته شرکت فعالانه دسته آمدند توانستند که باز به افتخار هنر شایسته دلشاد کفکوبی نمایند دست پرور دانشکده تربیه جسمانی جمهوری تاجیکستان دلشاد واسیو در احاطه سه نفر از مسافه تقریبا 17 متر 13 یا 17 متر ضربه زد و همین طور دسته یک قدم به سوی پیش نهاد یک بر صفر دسته استقلال تاجیکستان در بازی آخرین گروهی خش در این مرحله نهایی الکی موفق است و فوتبالبازان دسته کمبوج حالا از مرکز میدان به هجوم میگذرند و در صورت چنین جریان گرفتن بازی البته هم جالبیت و هم زیباگی بازی و اکنون وضعیت مشکل برای دروازه بانی دسته تاجیکستان علی چرتوچیو انا این کف خوبی و مخلصی هواداران فوتبال کشور با افتخار استعداد فوق العاده علی چرتوچیو علی شر که در بازی قبلی با دسته داردوی واقعا هنر شایسته نشان داد و جریمه 11 متره را برگردانید و پیروزی دسته استقلال بعد برگردانیدن جریمه 11 متره تأمین گردید و هواداران مخلصان و عموما خود حیات دسته باز از این روح بلند گردیدند و حالا کیم ب
بیاری از نیمه چپ توپ رو با هم دستش وی لیک هوا داد و ما حفیظتگران در چنین لحظه حساس کمی به سراسیمگی راه میدیم و نباید آنها چنین خون نظرانه رفتار کنند. هر یک فرصت و هر یک لحظه بازی امروز را باید با ثمر استفاده کنند. دلشاد که خود در خط پیش است کاپیتان دسته است، مسئولیتش بیشتر است و او توانست که مقصد همدستگانش را در نیمه اول عملی سازد و واقعا هنر شایسته تحسین بود که دلشاد واسیوف در احاطه دو نفر و نفر سوم و اینجا ببینید وضعیت مشکل برای دروازه‌بان بود و استعداد شایسته علیشر تویچی فرا این لحظه قید کردن به باورید است که واقعا دروازه را از گل امین داشت و این وضعیت مشکل برطرف گردید. و محافظتگرانی دست البته در این فرصت در این لحظه صرفی نظر کردن، یعنی چون به نیمه چپی میدان نظر میکنیم که دوران ارگاشوف و ایراج رجبوف از نیمه روس و نبودن صاحب سوان قلوف در بازی امروز علاقه احساس میشود. دلشاد مدرد ایراج توپ رو زود به نیمه چپ به فتح الله فتح الله هوا میدهد و اکنون فوتبال بازان تاجیک نسبت به دهه اولی نیمه یکم این قوازمویی سراسیمه نیستند و اکنون باز آنها به هجوم میگیرند. این دفعه و از نیمه چپ و سراسیموار نوردین دورانو نوردین دورانو وقتی که اشتباه میکند تلاش میکند که خطاگیر خود را اصلاح کند و این البته باعثی باز روح بلندی همدستگانش میگردد. واقعا نیز باید چنین باشد، وقتی نفری که اشتباه میکند و زود تلاش نماید که خطاگیر خود را اصلاح کند. نیکولا کوازویچ این مربی ورزیده در بازی امروزانی البته اکنون این دفعه ببینید ضربه قویی دوران ارگاشوف از مسافه 35 متر دروازه‌بان را مجبور نمود که در بازی امروزه فعال باشد. به حال فتح الله از سمت چپ ضربه کنجی میزند و دوران ارگاشوف محافظتگر و بازیگر تیم ملی کشور در باخوری امروزه فعالی خود را بار دیگر نشان داد. دورانی که گل نخستین را به دروازه دسته داردای زد و در موسم امساله در باخوری رفیقانه تیم تاجیکستان و قطر دوران ارگاشوف نخستین شده حساب بازی را در آلمان کشد و این بازیگر استعداد فوق العاده هنر شایسته دارد و در بازی امروزه تحت رقم ششم زود توپ را به دروازه‌بان علیشر تویچی هوا میدهد. علیشر در بازی اول و در قوازمایی امروزه نیز از امکان 100% که برای دسته کمبوج فراهم آورد تنها هنر شایسته دروازه‌بان بود که این وضعیت رفع گردید و دروازه از گل امین داشته شد. و حالا فوتبال بازان کمبوج باز عقب نشینی دارند و توپ را باز به نیمه راست به تی وینگ تینی کاپیتان دسته هوا میدهند. کاپیتان دسته به نیمه چپ محمد علی صادقوف که در خط نیمه حافظت و پیوسته باز در خط دفاع ما او را زود زود مشاهده میکنیم. دوران ارگاشو فرانک الکساندر ایراج رجبوف و محمد علی صادقوف چهار نفر بازیگر با استعداد در خط محافظتند و اینجا باز سراسیمگی آنها را امانوئل کواتو استفاده میکند. زوب توپ رو به نیمه راست و اکنون فتح الله رو ضرور است که در این لحظه به همدستگانش به محافظتگران کمک نماید و همین طور نیز شد. حالا ایراج فرانک الکساندر فرزند یکی از بازیگران با تجربه سابق پامیر الکساندر عظیموف است و در حیات دسته استقلال تاجیکستان هنرنمایی میکند و اینجا رقابت فوتبال بازان تاجیک و اکنون اشتباه از جانب بازیگری رقم 17 سوهان نبود. کاپیتان دسته خود به سوی پیش حرکت میکند. زود توپ رو به نوردین. نوردین به نیمه راست و اکنون دلشاد کمی دیرتر نوردین رو احساس کرد. مدرد اینجا امید است. امید شریپوف که خیلی شباهت دارد با نوردین دورانوف. امید تحت رقم 14 در حیات بازیگران احتیاطی در بازی اول بود و در قوازمایی امروز در حیات اساسی به میدان آمده است. همچنین ابراهیم ربیموف با تجربه نیم حافظتگری دسته استقلال همچنین تیم ملی کشور در حیات اساسی در خط پیش با همراهی دیل شد و امید و نوردین دورانو و همچنین فتح الله فتح الله و جهانگیر جلیلوف زود زود آنها به یکدیگر کمک میکنند و باز از مرکز میدان نوردین توپ رو به ایراج ایراج به نیمه راست میدان به محمد علی صادقوف چون همیشه دلشاد این مسئولیت رو به دوش میگیرد و به سوی پیش حرکت میکند ولی سراسیمگی دلشاد رو این دفعه باز انا همون کیم بیرای استفاده میکند از خطاگی او و این دفعه باز مهمانان با توپ صاحب میگردند. در خط محافظت کینی و چند در راه قرار دارند و برابر شروع گردیدن کمبینات فوتبال بازان تاجیک البته باز دستگیری مخلصان است روحیه آنها را قوی‌تر می‌سازد. محمد علی به نیمه راست میدان و این دفعه در حالت آفساید نه کنون ایستادن خودی فتح الله فتح الله ضرور است در این لحظه که خودی یاوری داور کناری راست اشاره میکند که
در این لحظه فتح‌الله در حالت آفساید واقعاً. بازی جریان دارد. قوازمایی هر دو دسته خیلی جالب است. ما نباید صرف نظر کنیم با کم تجربگی فوتبال بازان کمبوجا. آنها نیز توانستند که الکی نسبت به بازی دسته دردوی دو دفعه خط محافظت دسته استقلال را به آسانی رخنه سازند و تنها اینجا مهارت بنده مهارت دروازه‌بان را بار دیگر قید میکنم. از اشتباه محافظت‌گران چگونه استفاده کردن بازیکنان خط پیش بار دیگر معین گردید. دلشاد با سوی پیش تلاش میکند که پیوسته خط محافظت دسته حریف را عبور نماید و حالا باز از نیمه راست میدان دسته استقلال تاجیکستان حقوق پیدا کرد که ضربه کنجی زند. زود به کنار راست میدان جهانگیر جلیلوف میشتابد و پنج نفر بازیکنان تیم استقلال الکای جای خود را در جریمه‌گاه دسته حریف اشغال کردند. جهانگیر جلیلوف این دفعه ضربه جهانگیر و باز خود کوشش میکند که این کار را به طرز دیگر یعنی کمبینیسی همدستگانش را ادامه دهد. فتح‌الله یکی خود ضربه میزند. ضربه فتح‌الله را دروازه‌بان یارک اری صاحب میگردد. یارک اری در بازی با دسته دردوی چندین دفعه که کوشش و تلاش کرد ولی آن همان اشتباه و سراسیمگی محافظتگران نتوانست که دسته معفا گردد و لااقل یک توپ به دروازه دسته دردوی زنند. دقیقه 33 نیمه اول این سبقت سپری گردید. حساب 1-0 به نفع دسته استقلال تاجیکستان. خاطررسان میکنیم که فوتبالبازان تاجیک با لباس سفید در میدان هنرنمایی دارند. مخلصان و هواداران باز لحظه به لحظه در ورزشگاه زیاد میشوند و یک گروه خردی دستپروران دانشکده تربیت جسمانی و شاگردان مربیان ورزیده کشور از نیمه چپ میدان برای مخلصی دسته استقلال آمدند و حالا باز از مرکز میدان فوتبالبازان تاجیک ضربه جریمه میزنند. دوران ارگاشوف زود به نیمه چپ میدان با جهانگیر جلیلوف توپ را هوا میدهد. هجوم دسته استقلال ادامه می‌یابد. فتح‌الله از کنار چپ و اینجا محافظت‌گران این وضعیت را برطرف می‌سازند. دوستان ارجمند، ما گزارشمان را از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه درباره واخوری دسته استقلال از جمهوری تاجیکستان و دسته پنومن پن قراون از کامبوجا ادامه میدیم. چون که همکاری من علی جان رضا ابراز کردند، فوتبال بازانی دسته استقلال تاجیکستان با لباسهای سفید و مهمانان با لباسهای سرخ و دروازه تاجیکستان از طرف چپ، دروازه مهمانان از طرف راست است. نتیجه بازی 1-0 به فایده فوتبال بازانی دسته استقلال تاجیکستان می‌گذرد. توپی نخستین را در این بازی دلشاد واسیف در دقیقه 26 این دیدار به نشان رساند. حالا با توپ فوتبال بازانی دسته کامبوجا و توپ از میدان بیرون درآمد و حالا دروازه‌بان دسته استقلال آلیشر کویچیف توپ را به بازی انداختند. دقیقه به دقیقه در میدان اساسی مخلصان بیشتر میگردند و این البته از اولویت فوتبال در شهر دوشنبه شهادت میدهد. بعدی چندین سال وینت باز کمانده استقلال چون اینجا یک ضربه ولی ضربه فتح‌الله فتح‌اللهیف به یکی از بازیکنان دسته کامبوجا برخورد و همی طریق او تا آخر در این کار موفق نشد و همی طریق دسته استقلال هرچند که ما بیشتر در این بازی دسته ریگار تداس چمپیونی چندی کراته تاجیکستان اشتراک میکردند و این دسته نیز سه مراتبه سالهای 2005، 2008 و 2009 با گرفتن جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا سرفراز شده است و امروز برای مخلصان شهر دوشنبه چنین امکانیت فراهم آمده است و بیشتر ما به شهر تسونزاده سفر میکردیم و این بازی رو تماشا میکردیم و امروز ببینید که دسته استقلال نیز امروز نتیجه بلند ورزشی نشان میدهد و با بهترین یعنی چمپیون های 6 کشور آسیا در این میدان هنرنمایی دارند. حالا فوتبال بازانی دسته
هم بوجه این لحظه توب رو به بازی میاندازن و اولو گوتو فوتبال بازونی دسته استقلال محمد علی صادقوف دیشاد واسیف اولو از پای افتیدن و ولی رفیری مرکز خامیس محمد المری از قطر نشان میدهد که همه از روی قایده است. ابراهیم ربیموف، نوردین دورانوف در اکرانی تیزرهای شما و ضربه پیک رادی از کمبوجا باز فتولوف فتولوف از طرف چپ همچنین با او جانگیر جلیلوف نیز خیلی هم کمک کردن و امکانات خیلی هم خوبی رو زدن. ابراهیم ربیموف با دروازه‌بان یک به یک بودن ولی اینجا دروازه‌بان یوری علی از کمبوجا پیشدستی کردن. اول باز با تو فوتبال‌بازان دسته استقلال امید جان شریفوف با فتولو فتولو فابو میداد ولی اینجا مهمانان پیش دستی میکنن. اولو با تو پیک رادی و همچنین کیم بروی با سوک پند باز کیم بروی با امیدوارین دسته استقلال این هجوم را زده برگرداندن. فتولو فتولو باز در اکران انتظار شما هجوم دسته استقلال را از طرف چپ تشکیل میکند و اینجا البته باید دیگران مخصوص عمر جان شریف که در مرکز میدان است و همچنین ابراهیم ربیموف ولی توپ تا این بازیگران نرسید و برای همین هم باز پرتافتی فتولو احسن احسن ابراهیم ربیموف ولی یک کمی توپ دورتر از پلچوبی در موزه از میدان بیرون برمد ولی این خیلی هم پرتافتی فتولو فتولویف با اجرای یعنی بالترش ابراهیم ربیموف خیلی هم زیبا اجرا کرد. قامت او خیلی هم بلند است و البته بالتر زدنی او برای من فوتبال خیلی هم موافق است چون که قامتش بلند است در حالتی جهیدن اگر 1.85 باشد یا 1.90 باز یعنی میتواند تقریبا 1 متر یا زیادتر جهد و در این حالت البته زدن توپ خیلی هم برای او خیلی هم موفق است. حالا توپ از میدان بیرون برمد. دیرشاد واسیف مالیف توپ امروزه حالا در اکران روی شما است. جامی پریزیدنتی کنفدراسیای فوتبال آسیا هر سال گذرانده میشو ابراهیم ربیموف ولی تو از میدان بیرون برآمد. جامی پریزیدنتی AFK هر سال همچون مسابقه بین المللی با تشبث کنفدراسیای فوتبال آسیا با اشتراک چمپیون های گروه سیم کشورهای رو به ترقی در فوتبال گذرانده میشود. بار نخست این مسابقه سال 2005 با اشتراک 8 دسته تاجیکستان، بوتان، کمبوجا، قرقیزستان، نپال، پاکستان، تایوان و شریلانکا برگزار گردیده بود. سال 2011 باشد تعداد اشتراکچیان از 8 دسته به 12 تا رسید. موافق نظامنامه مسابقه 12 دسته به 3 گروه تقسیم شده. در هر گروه 4 دسته ای اشتراک کردند و 2 دسته ای که امروز 6 تیم را تشکیل میکنند با وقوعی فینالی راحت گرفتند. در قسم فینالی باشد دسته ها در 2 گروه A و B بازی میکنند و غالب گروه ها به سبقت فینالی راحت میگیرند. به دسته ای که برنده جام پریزیدنتی AFK میگردد $50,000 امریکا و همچنین به مقام دوم $25,000 امریکا از طرف کنفدراسیای فوتبال آسیا
سپردم جا ضربه خیلی هم زیبایی رقمی بسیار عمر جان شریف بود او امروز خیلی هم در خط دفاع و هم در خط هجوم مهارت بلند تکنیکی و تاکتیکی نشان میدهد. این بازی ها روزی 24 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه آغاز گردیدند. در روزی اولی بازی ساعت 16 دسته داردوی از جمهوری قرقیزستان و استقلال از جمهوری تاجیکستان وخوردند. این بازی با نتیجه 0-2 به فایده استقلال تاجیکستان جمع بحث گردید. وخوری دوم باشد میان دسته تایوان پاور کمپانی و الامری فلسطین با نتیجه 1-1 مساوی شده داشت. دوری دوم باشد روزی 26 سپتامبر ساعت 16 میان دسته آموزشگاه پاکستان و تایوان پاور برگزار گردید. این وخوری باشد با نتیجه 1-2 با فایده دسته تایوان پاور کمپانی جنباز شد. نگفته نماند که دسته تایوان پاور برنده جامی کنفدراسی فوتبال آسیا در سال 2011 می باشد. حالا با توپ فوتبالدار این دسته کامبوجا و اینجا رقمی 7 تیم بروی حالا از طرف راست هجومی دستش رو ادامه داد ولی توپ حالا با توپ باز نورالدین صاحب می شود. نورالدین دوران و همان توپ رو به طرف راست به هم دست های خود رو می داد و اینجا هجوم فوتبالدار تاجیک از طرف راست و باز به فتولایف به طرف چپ هوا دادن و اینجا ببینیم اولو ابراهیم رابیموف و همچنین دلشاد بازیف در و باز عمر جان شریف نیست امکانیت دارن که خیلی از پرتافتی فتولایف تو بیسماده برای اینجا خدارگی در مزبانی دسته ای مهمانان ولی تو از میدان بیرون برامد. Substitution for Phnom Penh Crown Football Club Cambodia. Player number 27. Chun Sawana. Replaced by player number 25. Hong Pen. اولو سوبی کنجی بسوی در موزه دسته کامبوجا رقم 10 سوبانه رو جلیلف رقم 25 این لحظه در اکران تیزوی شما ابراهیم رابیوف یکی از بازینگران بهترین دسته استقلال اولو لحظه حساس ضربه و ضربه جانگیر جلیلف از میدان بیرون برامد. اولو فتولایف با اون طرف میدان حرکت دارد برای زدنی توپ کنجی. بار دیگر تکرار میکنم که دقیقه به دقیقه تعداد مخلصان در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه بیشتر میگردد. واقعا هم طول یک هفته است که در اینجا جشن فوتبال است و تمام جوانان نورسان همه روزه هم در مشقهای دستها هم در بازیها اشتراک میکنند و این فکر میکنم برای آماویت و پیشرفت فوتبال در کشور کمکی جدی خواهد کرد. اولو فتولایف ضربه میزند. ابراهیم رابیموف تلاش دارد. بله تلاش او را نورالدین دورانوف و اینجا توپ از پای پیکرادی رقم 13 از دسته مهمانان بیرون برآمد. اکنون صاحبان میدان نورالدین دورانوف دلشاد واسیف نورالدین دورانوف در احاطه دو نفر است. باز اینجا مهمانان به توپ صاحب میشوند رقم 17 سوسوهانا و به پیش آمدید ولی نورالدین دورانوف الکی او را آموختند بازینگران دسته کامبوجا و بیشتر کوشش میکنند که از او دفاع کنند یا اینکه کوشش میکنند که از پشت او حرکت کنند چون که بیشتر بازینگران ما توسط نورالدین دورانوف دلشاد واسیف و فتولایف حرکت میکنن که اینجا حالا در اکران تلویزیون شما رقم 5 محمد علی صادق بودن او نیست امروز
خیلی هم کوشش دارد نسبت به بازی‌های پیشتری بین المللی که ما شاهدی بازی بودیم امروز او مهارت بلندتر و خوبتر نشان می‌دهد. دوستان ارجمند در همینجا قسمی اولی واکوری یعنی دسته نامون کراونی کامبوجا و استقلالی تاجیکستان برای دریافت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال جام باز کردیم و توپ یگانه را در این بازی دلشاد باسیف از دسته استقلالی شهر دوشنبه وارد کرد و بعدی چند لحظه باز ما گزارشمون را از قسم دویم واخری میانی دسته استقلال و پنومن کراونی کامبوجا ادامه میدیم. بازی نیست. چی نیست؟ خب آقا جان اردو این دوران رو کی برام؟ خب خب دوستان گرامی مخلصان فوتبال، هواداران و دوستداران ورزش، درودی السلام علیکم دوستان ارجمند، مخلصان و هواداران فوتبال کشور. بعد از چند لحظه دوری دومی قوازمای این دو دسته بهترین گروه ا، استقلال تاجیکستان و پنومپن کراون کامبوجا برگزار میگردد. نیمه اول را ما شاهد بودیم که چگونه فوتبال بازان تاجیک هنرنمایی کردند و دلشاد واسیوف کپیتان دسته حساب بازی را کشد و حالا داور از قطر حامیس محمد المری اشاره میکند که بازی شروع گردید. شما رو به هیئت دسته ها آشنا میسازیم. دسته پنومپن کراون کامبوجا که آنها با لباس سرخ هنرنمایی دارند در قسم دویم با چنین هیئت به میدان برآمدند. دروازه‌بان یورک آری رقم 22، چان دره رقم 2، رقم 4 تینی کاپیتان دسته، رقم 5 سوئین وان، رقم 7 کیم بوری، رقم 13 پیک رادی، رقم 14 وی لیکا. و حالا هجوم دسته تاجیکستان از نیمه راست، باز دروازه‌بان این دفعه هنر خود را بار دیگر نشان می‌دهد. رقابت فوتبال بازان تاجیک از آغاز دقیقه‌های اول نیمه دوم بر علام مشاهده می‌گردد. در قوازمای امروز فرهاد طاهیروف نوکک در قسم دوم به میدان برآمد و او نوریدین دورانوف را عوض کرد و چون سوان تحت رقم 27 در خط پیش است و حالا فوتبال بازان تاجیک از سمت چپ جهانگیر جلیلوف ضربه کنجی می‌زند. ضربه جهانگیر به نیمه چپ میدان زود هم دستش فرانک الکساندر می‌شود. فرانک این لحظه در حیطه یکی از محافظتگران دسته حریف قرار داشت. با کمک او امید جان شریفوف میشتابد. امید دست پروری کلوبی فوتبالی وخش شهر قرغون‌تپه در بازی امروز در حیات اساسی هنرنمایی دارد و حالا از نیمه چپ میدان باز توپ را فوتبال بازان تاجیک به بازی درآوردند. امید جان شریفوف به نیمه راست میدان، محمد علی صادقوف این لحظه شاید باز به هم دستگانش کمک کند. دوران ارگس خود ضربه میزند، ضربه دوران، گل انا دوران. بعد فرهاد طاهیروف، دوران و فرهاد طاهیروف در قسم دوم قوه آزمایی امروزه او نوردین دورانوف را عوض کرد و توانست که علاقه برتری را در این دقیقه دوم نیمه دوم سبقت به دست گیرد و حساب تغییر یافت. دسته استقلال تاجیکستان گل دوم را وارد دروازه حریف دسته پنومپن کراون کامبوجا نمود. ببینید نوردین دورانوف دوران ارگاشو مدرد، ضربه دوران ارگاشو و فرهاد طاهیروف نیز ماهرانه این فرصت را استفاده میکند و توپ را وارد توری دروازه یورک آری میسازد. حساب تغییر یافت، 0-2 دسته
استقلال تاجیکستان در بازی امروزه علاکه پره تشبس رو به دست گرفته است و ببینید که بازی چگونه جالبیت دارد که ببین هر یک لحظه هر یک ثانیه را فوتبالبازان تاجیک تلاش دارند با مورد استفاده کنند و حتی امکانیت معرفی هیئت دسته ها با وجود نامده ایستاده است. در زبان دسته استقلال تاجیکستان رقم یک علیشر تویچیوف، در بازی امروز در خط دفاع ایراج رجبوف، محمد علی صادقوف تحت رقم پنجم، دوران ارگاشوف تحت رقم ششم هنرنمایی دارند. ابراهیم ربیموف در حیات اساسی دسته استقلال تاجیکستان در بازی امروز، نوریدین دورانوف در قسم دوم میدان را ترک کرد و به جای او فرهاد طاهیروف آمد، فرهادی که بعد از زدن ضربه قوی دوران ارگاشوف امکانات را خوب استفاده کرد و حساب بازی را تغییر داد. جهانگیر جلیلوف بازینگر نیم محافظتی دسته استقلال تحت رقم دهم هنرنمایی دارد. کاپیتان دسته دلشاد واسیوف تحت رقم 17، فتح الله تحت رقم 18 و در بازی امروز فرانک الکساندر تحت رقم 23، یکی از بازینگران دسته پنوم پن کراونی کامبوج کمی آسیب دیده است و داور از کشور قطر با ابراهیم ربیموف اشاره میکند که البته در جریان بازی امروز باید غیر قاعده عمل نکند و تحت رقم 25 یکی از بازینگرانی که در حیات احتیاطی بود هنگ پینگ در قسم اول علاکه به میدان برآمده بود و دوران ارگاش محافظتگر تحت رقم ششم ضربه میزند و فرهاد طاهیروف نیز البته اینجا غیر چشم داشت بود و علاکه موفقیت پیروزی فوتبالبازان تاجیک است و دروازه‌بان علیشر تویچیو انا این کفتوبی ها با افتخار خاری استعداد شایسته علیشر تویچیف در وزبان تیم ملی کشور و دسته استقلال تاجیکستان است و فتحالا تحت رقم 18 هم هنر نمایی دارد. فرانک الکساندر تحت رقم 23 و امید جان شریفوف تحت رقم 24. در قسم دوم این بازی سرمربی دسته نیکولا کوازویچ ضرور دانست که البته تغییرات وارد سازد در حیات دسته استقلال و بجای نوریدین دورانوف فرهاد طاهیروف در قسم دوم و میدان برآمد. در حیات دسته پنوم پن کراون بعد تغییر یافتن حساب بازی سرمربی بریتانیای کبیر دیوید بوس دو نفر بازینگر این دسته را نیز عوض کرد. حالا ایراج محافظتگر دسته استقلال توبرو با دوران ارگاشل دوران به نیمه راست میدان با محمد علی و توپ از میدان بیرون شد. حمیز محمد المری از کشور قطر داوری اساسی داوری مرکز مخلصان و هواداران فوتبال کشور در این بازی حل طلب و حساسی دسته استقلال بیشتر به میدان آمدند و دسته دوستاشای خود را مخلصی کرده ایستادند و حالا از مرکز میدان باز چون همیشه فتح الله و کاپیتان دسته که در پهلوی هم قرار داشتند کمی سرازیمه شدند و فوتبال بازان دسته پنوم پن کراون به هجوم میگذرند و زود اشتباهی آنها را نه این دفعه نیست آنها موفقند به سوی پیش حرکت میکنند. تحت رقم 18 لگیونر از کشور گانا ایمانوئل کواتو هنرنمایی دارد. هجوم دسته پنوم پن قد نمیگردد هرچند که 3 نفر بازینگران دسته و اکنون نه و کک فوتبال بازان تاجیک موفق شدند و این وضعیت را باز آنها خوب استفاده کرده میتوانند نه چون که در خط دفاع چون همیشه کیم بوره و سو این گوان این دفعه با فوتبال بازان تاجیک باز از مرکز میدان بعد از کوشش و تلاش کاپیتان دسته ببینید که خودی فتح الله این دفعه باز در احاطه دو نفر خود ضربه میزند نه توپ رو به نیمه چپ اکنون دو نفر دلشاد و همچنین از کناری چپ ابراهیم ربیموف انتظار بود که فتح الله توپ رو به آنها هوا میدهد که در حالت خیلی مساوی بود و این دفعه ضربه گل آنکار و منکار شادی و خرسندی و نشاط فوتبال بازانی دسته استقلال را حد و کنار نیست. امید جان شریفوف این بازینگر 19 ساله دسته استقلال در واخره امروز در حیات اساسی هنرنمایی دارد. هواداران و دوستداران و مخلصان سرشمار فوتبال تاجیک البته با افتخار استعداد امید جان شریفوف کف میکوبند. دست پرور کلوب فوتبال بخش شهر قرغان‌تپه در قوازمایی موزه امید میند یک و به سوی پیش حرکت میکند و اینجا از مسافه تقریبا 12 متر ضربه میزند و دروازه‌بان دیگر کاری هم از دستش نمی آید یورک اری تحت رقم 20 هنرنمایی دارد. اکنون 0-3 دسته
اووزدار استقلال تاجیکستان چمپیون کنونی مملکت عین حال باز قدم به سوی پیش می‌نهد. دست پروران این کلوب فوتبال مشهور کشور تلاش باز به خاطر زیاد نمودن تعداد گل‌ها می‌کنند و حالا فوتبال بازان دسته پنام پن کراون تحت رقم 19 ساک پن هنر نمایی دارد. او ضربه زد و در حقیقت ایراج رجبوف محافظه‌گری با تجربه داورون ارگاشوف نمی‌گذارند که خط دفاع دسته استقلال تاجیکستان با آسانی رخنه گردد. حساب 0-3 و حالا مهمانان از نیمه روز ضربه کنجی میزنند. ایمانوئل کواتو تحت رقم 18 لگیونر از کشور گانا آماده است که اولین ضربه کنجی را در نیمه دوم جانب دروازه دسته استقلال زند و این وضعیت به آسانی رخ میگردد. بجز دروازه‌بان دیگر کسی در نیمه چپ میدان نیست و حالا باز دو نفر بازیکن دسته کمبوجا در حالت غیر قاعده بودند و داور نیز اشاره میکند که دروازه‌بان توپ به بازی درآورد. باز فوتبالبازان تاجیک این دفعه از مرکز میدان نه غیر قاعده عمل کردنی کاپیتان دسته دلشاد واسیف داور را نیز بی‌طرف نگذاشت و حالا به او کارد زرد نشان میدهد. و حامیس محمد المری از قطر به کاپیتان دسته دلشاد واسیف کارد زرد نشان میدهد و نیکولا کاوازوویچ باشد باز ضرور دانست که نفری دیگر را در حیات دسته ایواز نماید. تحت رقم 20 شهزاد سلیمانوف در حیات بازینگران احتیاطی بود و او کپیتان دسته را ایواز میکند. دلشاد واسیف را و دلشاد واسیف این مسئولیت را به دوش دروازه‌بان علیشر تویچیوف میگذارد و او میدان را ترک مینماید. دلشاد در قسم اول خود هنرنمایی کرد. مخلصان است به خاطر غلبه البته این موفقیت شایسته ایشان خف میکنم و کپیتان دسته میدان رو ترک مینماید و ما باور داریم که دسته استقلال تاجیکستان در بازی امروزه خوب هنر نمایی میکند. طبع و خاطر هواداران مخلصان سرشمار فوتبال کشور را شاد خواهند نمود و البته چنین برتری تشبث رو تا آخر قوه آزمایی امروزه فوتبال بازان تاجیک به دست گیرند. البته ما روزی 30 سپتامبر در بازی نهایی این مسابقه هفتم انعنوی برای به دست آوردن جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا کل مخلصان و هواداران و دوستداران فوتبال کشور را دعوت می‌سازیم. البته تا فرجام وقت خیلی زیاد است و حالا دروازه‌بان باز ببینید که در چنین حالتی ناگوار قرار داشت و آزادانه با توپ صاحب می‌گردد و زود توپ را به نیمه چپ میدان به فتح الله هوا می‌دهد. فتح الله با روح و قوه بالیده به سوی پیش حرکت میکند و امید داشت از نیمه چپ اشاره میکند به خود فتح الله و فتح الله نظاره کرد که در کنار راست میدان ملکه جهانگیر و الکساندر فرانک ضربه میزند. ضربه قوی فرانک الکساندر کمی دورتر انا همان فرزندی یکی از سابقه داران فوتبال کشور الکساندر عظیموف که دسته آوازدار پامیر را در میان دولت های اتحاد مستقل معرفی میکرد و در لیگ عالی خوب هنرنمایی کرد و امروز فرزند ایشان در حیات دسته استقلال تاجیکستان است هنرنمایی میکرد. هجوم دسته کمبوجا و در این جریان باز استعداد شایسته محافظتگر ایرج رجبوف را قید کردن ضرور است. در نیمه اول چند دفعه و در قسم دوم نیز همچنین کوشش میکند که خط دفاع دسته به آسانی رخنه نگردد. بازی ادامه دارد و باز کمی اشتباهی فوتبال بازان تاجیک را داور اشاره میکند که و تحت رقم 20 شهزاد سلیمان که این وقت به میدان برآمد و حالا مهمانان توپ را به بازی درآوردند و توپ از میدان بیرون گردید و جریان قوازمایی امروزه هم جاری بیاد و هم مسئولیتی بیشتری فوتبال بازان تاجیک را بار دیگر نشان داده شده است. تعداد مخلصان و هواداران فوتبال کشور در ورزشگاه خیلی زیادند. قریب 10,000 نفر را تشکیل می نماید در دو سمت این ورزشگاه و از این خاطر بازی خیلی جالب و دیدنی است. و فرانک الکساندر زود به نیمه چپ میدان به جهانگیر، جهانگیر به امید، باز خودی امید به جهانگیر به فرانک الکساندر. نیم محافظتگر مرکز علاقه فتح الله جای خود را به نورالدین داورانوف که قبلا ایواز میکرد و حالا باز هجوم دسته استقلال از نیمه چپ میدان اکنون داورون و ابراهیم ربیعی ضربه میزند. ضربه ابراهیم ربیعی داور به مرکز میدان اشاره میکند و گل چهارم دسته استقلال وارد دروازه پنام پن کراون گردید. گل چهارم را
ابراهیم ربیموف میزند. در حقیقت دستگیری مخلصان سرشماری فوتبال کشور و بازی خوبی دسته استقلال تاجیکستان البته تبع هواداران مخلصان سرشماری فوتبال کشور فوتبالی در بالیدن ابراهیم در احاطه پنج نفر ضربه میزند و گلی چهارم را وارد تور دروازه یارک اره میسازد. حساب 0-4 و در حیات دسته استقلال باز نفر دیگر عوض میگردد. محمد علی صادقوف میدان را ترک میگوید و این نشاط و شادی و خرسندی فوتبال بازان استقلال تاجیکستان بعد گلی چهارم که ابراهیم ربیموف به هدف میرساند. محمد علی در نمایی خوب کرد، میدان را ترک نمود و بجای او داداخان مومینوف به میدان برآمد. این بازیگری با استعداد 19 سال دارد، جوان است و در حیات اساسی دسته استقلال در دوری در دستای استقلالی تاجیکستان نهایی بار اول است که به میدان میبرد. دروازه‌بان خلا سراسیمه نیست و چون به نیمه چپ میدان اشاره میکند که همه آماده باشند و البته در رفت قوه آزمایی امروزه نیکولا کوازوویچ ضرور دانست که برای سیقل و باز بلند برداشتن ملکه و تجربه شاگردان باز نفران دیگر را به میدان برارند. دقیقه 60 سپری میگردد، حساب 0-4 به نفع دسته استقلال تاجیکستان. دوستان ارجمند، مخلصان سرشماری فوتبال، ما گزارشمان را از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه درباره واخوری دسته استقلال تاجیکستان و پنومن پنکراون کامبوجا برای دریافت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2012 منظوری شما میبینیم. فوتبال بازان تاجیکستان دسته استقلال با لباس های سفید و فوتبال بازان دسته کامبوجا با پیراهن های سرخ هنر نمایی دارند. دروازه کامبوجا از طرف راست و دروازه استقلال از طرف چپ است. نتیجه بازی چونه که شما علاقه همکاری ما علی شریف به شما اطلاع دادند، نتیجه بازی 4-0 است و دسته تاجیکستان در این بازی پیشرفت می باشد. توپ اولین را به دروازه دسته کامبوجا کاپیتان دسته استقلال دلشاد واصف در دقیقه 26 به هدف رساندند. سپس بعد چند دقیقه دیگر فرهاد طاهیرف در دقیقه 47 توپ دوم را وارد دروازه مهمانان کردند. سپس در دقیقه 51 امید جان شریفوف توپ نوبتی را وارد دروازه مهمانان کردند. همچنین در دقیقه 57 ابراهیم ربیموف با یک استوکاری که دورانجان ارگاشف ایرج رجابوف توپ پرداختی خیلی هم زیبای او را ابراهیم ربیموف وارد دروازه مهمانان کرده نتیجه بازی را با 4-0 رساند و این بهترین نتیجه دسته استقلال و عموماً مسابقه امروزه که در شهر دوشنبه میگذرد. و چونکه امروز در حقیقت دسته استقلال نشان داد که میتواند یعنی در بازی های بین المللی مهارت والا نشان دهد، هرچند که با این دسته فوتبال بازان تاجیکستان یعنی من در نظر دارم در سالهای قبلی هنرنمایی کرده بودند، ولی امروز واقعا هم تمام مخلصان از هنرنمایی دسته استقلال کفکوبی میکنند و فکر میکنم بازی امروزه استقلال باز هزاران نفر مخلصان را در بازی آینده که روز سیوم در همین میدان شده میگذرد باز میارد. با آمدن مخلصان، تشریفات مخلصان زیاد به این میدان حتمی با بازینگران باز یک نیروی قوهی تازه میدید و این با که با یکی از دسته های واقعا چمپیونی سال گذشته الامری فلسطین شاید در این میدان در قسم فینالی در حالت غلبه دسته استقلال شاید با میخورد، ولی حالا ما پیشگویی نمیکنیم تا فرجام بازی وقت زیاد است و هر لحظه میتواند تغییرات در این میدان
باوجود گوید. در ختم طول این یک هفته دانشجویان دانشکده تربیه جسمانی کالج تربیه جسمانی تاجیکستان خیلی هم زیاد بودند در این میدان و فکر میکنم برای آنها بازی هایی که در اینجا برگزار گردیدن همچون یک مشغولیت برای معلمان آینده تربیه جسمانی و مربیان میباشد که آنها و بسیاری آنها آینده باید در مکتب های تعلیمات همگانی با اینجا باز یک ضربه دیگر و وضعیت خیلی هم مناسب برای فوتبال بازان دسته استقلال فتولا فتولایف در اکران تلویزیون شما بود و این لحظه حالا با توپ صاحب مهمانان صاحب می شوند کیم بروی و همان باز فوتبال بازان تاجیک انیقترش الکساندر فرانک چون که همکاری موقعیت کردن الکساندر عظیموف یکی از نشانزن های بهترینی یعنی دسته پامیر دوشنبه بودند و امروز پیشترشان که با نام آلمانی فرانک او در آلمان تولد شده است ولی باز به وطن برگشته امروز در حیات دسته استقلال تاجیکستان شرف کشورمون را در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی حمایه میکند. حالا باز با تو فوتبال بازانی تاجیکستان و امکانات خوب برای ببینید آسان ولی صد افسوس اینجا واقعا امکاناتی خیلی هم خوب بود ولی یک کمی تو دورتر از پهلوی چوبی دروازه بیرون برآمد. از آغاز بازی 64 دقیقه گذشته است. نتیجه بازی 0-4 به فایده فوتبال بازانی تاجیکستان دسته استقلالی شهر دوشنبه. اکنون مهمانان این لحظه خود را باید به بازی اندازند و با یک ضربه خیلی هم قوی توپ را به مرکز میدان اول هوا دادن و اینجا فتولا فتولا بالا در مرکز میدان برگران را بیرد و اینجا با بازنگران دسته استقلال و حالا اینجا مهمانان به هجوم میگذارند از طرف چپی میدان و حالا در اکران تلویزیون شما ساک تیم از دسته و همچنین بازینگری دسته استقلال دوران مومینوف در اکران تلویزیون شما بودند. حالا باز فتولو فتولو از مرکز میدان توپ را به طرف چپ به امید جان شریفوف معلیف یکی از توپ های امروز هوا میدید و او توپ را باز به فتولو فتولویف و اینجا الکساندر فرانک و هجوم دسته استقلال را دوران مومینوف ادامه دادن ولی یکی از بازیگران دسته استقلال را ضرب خوردن و بعد چند لحظه باز بازی ادامه می‌یابد. واقعا اینجا رقم 25 مؤلفی یکی از توپ‌های امروز که در دقیقه 47 فراد طایرف مویرانه توپ را وارد دروازه مهمانان کردن امروز او یکم ضرب خوردن و بعد چند لحظه حالا توپ جریموی به سوی دروازه مهمانان کمانده کامبوجا تعیین می‌گردد. امروز واقعا هم خیلی مخلصان زیاد به اینجا تشریف آوردن و جانگیر جلیلوف این لحظه در اکران تلویزیون شما است. اصلا اون خیلی هم امروز کوشش کردن هم در خط هجوم هم در خط دفاع و اینجا ضربه فتولا فتولایف ولی توپ از پهلوچی در روزه بیرون برآمد. البته خیلی هم امکانات های خوبی تغییری حساب است برای فوتبال بازان تاجیک و اینجا حالا رقم 8 در دسته مهمانان او سازی رقم 19 سوک پینگ رو ایواز کردن. اکنون در حیاتی دسته استقلال پورا خیلی اون سه دفعه که باید ایواز میشون ایواز شدن و امروز باشد در دسته سیوم در دسته کامبوجا باشد سیومی نفر ایواز شد رقمی 19 سوک دسته کامبوجا رقمی 8 داره و تو از میدان بیرون برآمد و این بازینگران نیز امروز در حقیقت هنری والا نشان دادند
و اونهایی که به این میدان آمدند به میدان اساسی شهر دوشنبه خطا نکردند چون که شاهد بهترین بازی استقلال جمهوری تاجیکستان و دسته کامبوج گردیدند و فکر میکنم که روز سیوم اونایی که در حقیقت افتخار از ورزش دارند و فوتبال را دوست می‌دارند شاید به این میدان اساسی تشریف بیارند و در واخرهای قسم فینالی مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک نمایند. تشریفات شما برای آماویت و برای دستگیری دسته حدمی کمکی جدی خواهد کرد. اینجا باز هجوم فوتبال بازان تاجیکستان بود که حمایتگران دسته کامبوج این وضعیت را رفع کردند و از طرف چپ اول هجوم فوتبال بازان دسته کامبوج ببینیم تا چه اندازه از این امکانات بله اینجا سوهانه از همه از دسته کامبوج به دروازه نزدیکتر بودند ولی از این امکانات استفاده برده نتوانستند. اول باز فتولو فتولایف در اکران انتظار شما با ابراهیم ربی مرا میدهد. اولا جانگیر جلیلوف، الکساندر فرانک و با پیش با عمر جان شریف در هوده چند نفر هستند و البته برای او اولا در اکران انتظار شما چند در از دسته مهمانان کامبوج بود و اینجا ببینید مخلصان زیاد دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف تعداد زیادی آنها امروز در این بازی اشتراک دارند. البته ما به ریاست دانشگاه اظهار تشکر میکنیم برای دستگیری که امروز دانشجویان را به این میدان سفربر کردند و امید داریم که همکاری ها میان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان و فدراسیون فوتبال مملکت در آینده برای رشد فوتبال مملکت کمکی جدی خواهد کرد. حالا توبی جریموی به سوی دروازه دسته کامبوج تعیین می‌گردد و فتولو فتولایف و همچنین عمر جان شریفوف آمادگی می‌بینند. اینجا کفکوبی مخلصان زیاد و در خط دانشجویان امروز اونایی که آمدند خیلی هم از این بازی کیفیت بردند. ضربه و ضربه را مهمانان زده برگرداندند. باز تلاش فتولو فتولایف برای ادامه یعنی هجوم باز با جانگیر جلیلوف ولی اینجا دروازه‌بان مهمانان یوری آری توپ را تیز داشته میگیرد و این لحظه در اکران انتظار شما است با یک ضربه قوی توپ را به مرکز میدان هوا میداد. اینجا دوران جان ارگاشف توپ را به طرف راست هوا دادند و اینجا هجومی باز فوتبال بازان تاجیکستان از مرکز میدان آغاز میگردد و اینجا یک کمی خطاگی فوتبال بازی ما بود. عمر جان شریف که خیلی هم جوان است ولی او خطاگی خود را تیز اصلاح کرد. ابراهیم ربیموف در اکران انتظار شما و جانگیر جلیلوف از طرف چپ هجومی خودم بازانی تاجیکستان را ادامه میدید ولی چند دارن اینجا در توبروی لحظه صاحب شدن از دسته حمایتگری دسته کامبوج و باز حجمی این دسته از طرفی چپ و باز از مرکز میدان کیم بروی با پیش خودم بازانی دسته کامبوج نیز کوشش دارن که در بازی این روزه تغییرات به عمل بیارن ولی توبی زده اونها از دروازه بالاتر از میدان بیرون شد و امروز در حقیقت هم بازی امروز خیلی هم جالب و دیدنی میگذارد و فکر میکنم اونهایی که در حقیقت مخلص فوتبال هستند امروز از هنرنمای دسته استقلال تاجیکستان و کامبوج از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی خیلی چیزهای اساسی را در بر کردند. حالا اکنون مهمانان توپ را انیخترش امانوئل کواتو ضربه زدن وضعیت خطرناک در نزد دروازه استقلال تاجیکستان و این وضعیت را حمایتگران دسته استقلال فعلا رفع کردند و
هجوم دسته تاجیکستان رو الکساندر فرانک ادامه میدهد و اینجا ببینیم بله توپ باز با توپ مهمانان هستند اون نفری که خیلی هم کوشش دارد امنوئل کواتوا اون بازیگری که هم در خط هجوم و هم در خط دفاع هستند هرچند که او حمایتگر است ولی ما او را بیشتر در خط هجوم میبینیم حالا باز فوتبال بازانی دسته استقلال شهر دوشنبه این لحظه باز از طرف راست هجوم خود را تشکیل میکنند حالت های تکرار چی زیبا فوتبال ببینید چی زیبا است و در حقیقت درست میگویند که فوتبال این ورزشی رقم یک است فقط اون نموده است که توسط شبکه های تلویزیونی میلیاردها آدمان کره زمین این بازی را تماشا میکنند چون این در حقیقت بازی خیلی هم زیبا است حالا در اکران تلویزیون شما عمر جان شریفوف مؤلف یکی از توپهای امروزه توپ را با مرکز میدان میدهد ولی اینجا بازیگران تاجیکستان به توپ رسیده نمیتوانند و همانا حمایتگران دسته کامبوجا هجوم خود را از طرف چپ میدان آغاز میکنند اکنون باز ببینیم لحظه حساس تا چه اندازه از این امکانات آنها استفاده برده میتوانند ولی اینجا بیشتر بازیگران دسته استقلال خط دفاع را تقریبا بازیگران دسته کامبوجا رخنه کرده نتوانستند و باز ابراهیم ربی مفالو ولی یک کمی باید بازیگران دیگر فتولو فتولویف از ضربه از میدان بیرون برآمد ولی دوستان عزیز از آغاز بازی 74 دقیقه گذشته است نتیجه بازی در بازی دسته فلامن پن کراولی کامبوجا و استقلال شهر دوشنبه حساب 4-0 به فایده دسته استقلال می‌گذرد رفتی قوزمای امروز باری دیگر نشان داد که آمادگی همه جانبه دسته استقلال البته در سطح ضروری است و اگر گل پنجم را فوتبال بازان تاجیک به دروازه دسته حریف زنند من بدون شک و شبهت مخلصان را روز سیوم سپتامبر به ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه دعوت میکنم بله فتح‌الله اکنون چه جالبیت در بازی امروزه گل پنجم نیز وارد توری دروازه پنام پن کراونی کامبوجا گردید و فتح‌الله که در نیمه اول در قسم دوم نیز چند دفعه سراسیمه شد و هنرش رو باری دیگر نشان داد و گل پنجم رو وارد دروازه دسته کامبوجا نمود حساب 0-5 به نفع فوتبال بازان تاجیک دسته نیکولا کاوازوویچ البته از این دستاورد شایسته شاگردان خود سرفراز است قناعتمند است بازی جریان میگیرد در رفت بازی امروز البته هنر شایسته بازیگران تاجیک بار دیگر بر علام مشاهده گردید و ببینید توسط بلنگویک ورزشگاه مرکزی نوکک اعلان کردند که 10,176 نفر بازی مخلصان در ورزشگاه دسته دوست داشته خود استقلال را دستگیری دارند و حساب 0-5 اکنون برای اشتراک دور نهایی این دسته امکانیت بیشتر به وجود می آید و برای دسته کامبوجا نیز خیلی مشکل است که خط دفاع تیم استقلال تاجیکستان را رخنه سازد و حساب را تغییر دهد و واقعا برای همه مربیان برای آن نفرانی که در حیات دسته هنر نمایی میکنند در بازی اول که امتحانی خیلی مرکب بود آنها با موفقیت پیروزی را به دست آوردند این مرحله را پس از سر نمودند و امروز با دسته کامبوجا نیز با حساب کلانی 0-5 دست بالا هم و البته همینیم که این وقتی باقی مانده نیز با چنین جالبیتی بازی دسته استقلال دایر میگردد و حالا از نیمه راست میدان باز فوتبال بازان تاجیک را ضربه میزنند ضربه قویی ددخان مؤمنوف آن بازیگر 19 ساله که رقم 20 معذرت تحت رقم دوم ددخان مؤمنوف و شهزاد سلیمانوف 19 سال دارد و در حیات دسته استقلال بار اول است که به میدان آمده است و در چمپیونات جهانی نورسان در کره جنوبی اون شرکت ورزیده بود و برنده مدال برنزی چمپیونات آسیو میانی نورسان تا سن 16 ساله بود و امروز در حیات دسته استقلال خود هنرنمایی میکند و بازیش نیز خیلی جالب است
و مهمانان از مرکز میدان به هجوم میگذرند. بازی دسته پنوم پن کراون کامبوجا نسبت به قوه آزمایی دور اول که با دسته دور دایر نموده بود امروز فرق میکند. با آنها سه دفعه با آسانی وارد جریمگاه تیم استقلال تاجیکستان شدند و بنده در اینجا تنها استعدادش فوق‌العاده دروازه‌بان علیشر تویچیف را قید میکنم که بسیار جالبی توجه بود و دروازه را از گل امین داشت، وگرنه در این چنین حالت ها دیگر نه محافظتگران و نه نیمه محافظتگران به دروازه‌بان کمک میکردند. و حالا باز مهمانان به هجوم میزنند و این دفعه نبودن صهیب سبحان‌قلو واقعا در بازی امروز مشاهده میکردند و تحت رقم دویم ددخان مومیروف در خط دفاع هنرنمایی دارد و او توپ را زده از نیمه میدان خود برطرف میکند. و باری اول دسته استقلال جمهوری تاجیکستان و حالا باز وضعیت ناگوار برای دروازه‌بان بود، چون در خط پیش چون سوانا که تحت رقم 27 هنرنمایی میکند، شاید این نظر باز خودی دروازه‌بان و همچنین محافظت‌گران نیست مسئولیت احساس کنند و پیوسته آماده باشند. ابراهیم ربانی این دفعه باز به هجوم میگذرد. فتح‌الله نیز تلاش دارد که تعداد گل‌ها را زیاد نماید. فتح‌الله و امید شریپوف به نیمه چپ میدان توپ را به جهانگیر جلیلوف، جهانگیر به نیمه راست اشاره میکند. فرهاد طاهیروف کمی موقع خود را نادرست اشغال کرد، از این خاطر او نتوانست که کمبینیسی همدستگانش را ادامه دهد و اکنون مهمانان از خطاگی فوتبال بازان تاجیک استفاده میکنند، به هجوم میگذرند و چون همیشه ایراج رجبوفی با تجربه که تحت رقم 4 هنرنمایی میکند اشتباهی همدستگانش را اصلاح میکند. جهانگیر امید در بازی امروز خیلی فعال است. امیدی 21 ساله که در قوه آزمایی امروز خیلی استعدادش بر الان مشاهده میگردد و یک گل نیز به دروازه دسته پنوم پن کراون کامبوجا زد. و حالا هجوم دسته استقلال تاجیکستان چون عادت دائمی علاقه فوتبالبازان تاجیک نیمه میدان حریف را اختیار کردن. ابراهیم ضربه ابراهیم ربینوف و این دفعه ببینید که امکانیت 100% فرهاد طاهیروف نیز به نیمه چپ نشید و بعد ابراهیم در خط نیم محافظت و در خط پیش دسته استقلال خوب هنرنمایی دارد، یک گل به دروازه حریفان زد و این دفعه نیز امکانیت داشت. کمی سرسی مگی در چنین لحظه حساس البته ابراهیم نیز تلاش میکند که تعداد گل ها را زیادتر و بیشتر نماید. و از کنار چپ میدان باز فتح‌الله یک ضربه کنجی میزند. این کار او به طرز دیگر توپ را به نیمه راست میدان به شهزاد سلیمانوف و اکنون ناهسته این در حالت آفساید است. نه، در حالت آفساید دهران به گمانم این لحظه بله این گل حسابیده نمیشود، چون که البته کمی باید خود دوران ارگاش یک استادگری میکرد و بعدا به سوی پیش حرکت میکرد. اینجا البته هم از روی قایده جرایان میگرد. از این خاطر یاوری داوری کناری چپ مجبور شد که بیرقچه خود را بردارد. حساب و اکنون حساب و چون نیمه چپ نظاره میشود علاقه گل حسابیده شد. حساب تغییر یافت، حساب تغییر یافت و در بازی امروز نه یک در حالت آفساید اون بازینگر قرار داشت دوران ارگاسو و از نیمه راست میدان باز یاور داور این رو تصدیق کرد و حساب به تغییر است و نفر اشاره میکند و این نیمه و در توسط بلنگو یک باز اشاره دیگر است و حساب تا کنون تغییر نیافته است. 5-0 در بازی امروز دسته استقلال تاجیکستان فعال است. حالا مهمانان به هجوم میگذرند. دروازه‌بان سراسیما نیست و زود با توپ صاحب میگردد و چنین حالت های بحثناک البته به تکرار نمایش داده شوند این لحظه باز البته خلاصه گیری خواهیم کرد. و در نیمه چپ یاور داور بیرقچه خود را برداشت و داور مرکز از قطر اشاره به نیمه کرد و بعدا فکر خود را این کار نمود. حساب تغییر است 0-5 دسته استقلال تاجیکستان. در دقیقه 81 ملکه کاملا برتری را به دست گرفته است و آنها پیوسته در خط هجوم قرار دارند. الکساندر فرانک چون به نیمه راست میدان اشاره کرد که علکای بازینگران خط نیمه محافظت موقع خود را درست اشغال کردند. ابراهیم اشاره میکند که نباید به سراسی مگیر راه داد و آهسته توپ را به نیمه چپ هوا داد. ابراهیم که علکای در خط هجوم دسته استقلال هنرنمایی دارد و علکای وارد جریمه گاه شده بود. و دسته کامبوج از سال 2001 تاسیس یافته است و میانی 10 دسته لیگ عالی این کشور در زینه اول با 25 امتیاز جای دارد و در این حیات این دسته 4 لگیونر هنرنمایی میکند
و متاسفانه ما یکی از آنها را در بازی امروز مشاهده کردیم که تحت رقم 18 ایمانوئل کواتو هنرنمایی دارد و باز فوتبالبازان تاجیک به هجوم می‌گذرند و خاطر رسان می‌کنیم که این بازی برای فوتبالبازان کمبوج کمی با موفقیت بود چون که آنها سه دفعه لااقل توانستند که وارد جرایمگاه دسته حریف گردند در بازی دوردوی عموما دسته کمبوج نتوانست که خط پرقوت دسته دوردوی را رخنه سازد در قوازمایی امروز آنها سه دفعه برای علیشر تویچیوی با تجربه مشکلی پیش آوردند و باز قوازمایی هر دو دسته ادامه دارد ددخان مومینوف بعد از هفت دقیقه دیگر این بازی انجام می‌یابد و دوری دوم مرحله نهایی این مسابقه میان هر دو دسته پرقوت مرحله نهایی این مسابقه انعنوی استقلال تاجیکستان و پنومپن کراون کمبوج و از مسافه خیلی دور حالا فرانک الکساندر ضربه زد و کمی دورتر از تیر دروازه توپ از میدان بیرون شد فرانک در قسم اول و در قسم دوم نیز خیلی فعال است و بازیگران احتیاطی دسته و هیئت دسته پنومپن کراون کمبوج که در صدر جدول چمپیونات این کشور قرار دارند و مخلصان هواداران فوتبال کشور این بازی را همیشه همه جانبه دستگیری دارند و در واقع ما باید قید کنیم که انا همون نفر دوازدهم در بازی مخلص است و کل مخلصان و دوستداران فوتبال کشور را وضعیت مشکل ها را برای دروازه‌بان بود نه این دفعه دوران ارگاشوف این وضعیت مشکل را برطرف می‌سازد و جهانگیر جلیلوف توپ را به کنار چپ به فتح‌الله به نیمه راست میدان و اینجا باز محافظتگران سراسیمه میشوند و فوتبالبازان تاجیک از خطاگی آنها خوب استفاده میکنند انا از بریتانیای کبیر این سرمربی دیوید بوز استوری نگرانی دارد و شرطنامه او ماهی اولی ماهی اکتبر نیز با این کلوب به انجام میرسد و طوری که در نشست مطبوعاتی بازی اول با دسته دوردوی سرمربی اطلاع داد و حالا رقابت هر دو دسته برای زینه اول گروهی ای دسته ها که در اینجا دوردوی و همچنین باز دسته های دیگر رقابت کردن ادامه می‌یابد و حالا باز دروازه‌بان این دفعه کمی به سراسیمگی راه داد و حالا تایی افساید است باز خود یووری دووری کناری چپ نشان می‌دهد تا فرجام کمتر از 5 دقیقه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است حساب 0-5 به نفع فوتبالبازان تاجیک است در قوازمایی امروز هنر بازیگران دسته استقلال تاجیک بر اعلی مشاهده می‌گردد دوستان ارجمند مخلصان سرشمار فوتبال در ختم امروز دسته فوتبال استقلال مهارت بلند نشان دادند و نتیجه بازی 5-0 به فایده دسته استقلال شهری دوشنبه می‌گذرد. حالا با توپ فوتبال بردن دسته کمبوج و بیشتر قسم دوم بازی در جریمه‌گاه این دسته می‌گذرد چون که فوتبال بردن تاجیکستان در حالت هجوم هستند بیشتر و حالا در اکران تلویزیون شما هان پین بود از یکی از بازیگران بهترین دسته کمبوج بار دیگر تکرار میکنم که در این بازی توپ نخستین را فرهاد طاهیرف دلشاد واسیف بعدن فرهاد طاهیرف فتولو فتولویف عمرجان شریفف ابراهیم ربیموف به نشان رساندند و امید داریم که بعدی بازی امروزه باز دسته همه جانبه آماده می شود و ما و شما روز سیوم در همین میدان شاهد واخوری فینالی دسته استقلال و العمری فلسطین می گردیم چون که این دو دسته 100% امکانات دریافت راحت را به دست آوردند چون که دسته العمری نیز در یک واخوری را مساوی یک بر یک با دسته تایوان پاور کمپانی انجام داده است و در واخوری با دسته پاکستان آزمایشگاه پاکستان غالبیت به دست آورده است همین طریق از روی
نتیجه دو بازی یعنی این دسته نیز امکاناتی در قسم فینالی هنر نمایی دارد. حالا هجوم فوتبال بازان دسته کامبوجا و اینجا جانگیر جلیلف با همدستاش الکساندر فرانک همو میدهد و فتولو فتولویف اینجا اشتباه میکند و از اشتباه او بازیگران دسته کامبوجا اولو استفاده میکنند. انیخترش رقمی هشت اوت سوزی و بوس امیل کووتو که این لحظه از پای افتیدن و اولو مخلصان زیادی استقلال اینجا در میدان جمع شدن و در ختم امروز خیلی هم بازی جالب و دیدنی و مخلصان شاهدی تکنیکی و تکتیکی بلندی هر دو دسته گردن و مخصوص دسته استقلال خیلی هم مهارتی بلند نشان داد و ما امید داریم که در قسم فینالی نیز فوتبال بازان تاجیک مهارتی بلند نشان میدهند و خاطر ما شما را شاد میگر. حالا وضعیت خطرناک در نزد دروازه استقلال ولی اینجا حمایتگران باز توپ را زده برگرداندند و توپ از میدان بیرون شد. تو فرجام بازی تقریبا یک دقیقه وقت مونده است. نتیجه بازی 5-0 با فایده دسته استقلال تاجیکستان میگذرد. برگزاری چنین بازی ها در پایتخت وطنمون شهر دوشنبه امکانیت فراهم میآید که باز هم برای آماویت و رشد فوتبال مخصوص بین نورسان و جوانان که امروز بیشتری آنها در این میدان هستند باز هم تعداد آنها در حیط دسته ها بیشتر گردد. دوستان عزیز تو فرجام وقتی کم باقی مونده است. حساب کلانی 5-0 بار دیگر تجربه استعداد و هنر فوق العاده فوتبال بازان تاجیک را نشان داد. به همه مخلصان و دوستداران فوتبال که امروز در ورزشگاه بودند از همه آنها خواهش میکنیم که در دوری آخرین این مسابقه که روز 30 برگزار می شود بیایم دسته آوازدار استقلال تاجیکستان را دستگیری نمایم. هجوم دسته استقلال حالا گل گل ششم و در موفقیت کامل دسته استقلال آن از شادی و نشاد و خرسندی دوستداران و هواداران فوتبال کشور باز افزون گردید. در حقیقت در این دقیقه های آخرینی سبقتی آخرینی مرحله نهایی این مسابقه فوتبال بازان دیگر باری دیگر تاجیک باری دیگر اثبات کردند که آنها البته نسبت به دسته کامبوجا و دیگر دسته های مرحله نهایی خیلی فعال و برتری دارند. ابراهیم رابیموف در خط نیمه‌حافظت در بازی امروزه گل دوم خود را وارد دروازه پنومپن کراون می نماید و البته این نتیجه شایسته 6-0 بار دیگر از تجربه و استعداد خوبی فوتبال بازان تاجیک درک می دهد. کل مخلصان و دوستداران فوتبال کشور می توانند که روز 30 سپتامبر با ورزشگاه بیایند و همچنین در این ورزشگاه مرکزی باز بازی لاتاریا برگزار می گردد و غالب را افتماشین سبوگراو در همین ورزشگاه روز 30 سپتامبر انتظار است و باوری داریم که دوستداران فوتبال کشور همه مخلصان و علاقمندان این دسته شهرتیار کشور چمپیون فعلی مملکت را دستگیری میکنند و این بازی به یک عید حقیقی فوتبال تبدیل مییابد و خاطر طبع هواداران و مخلصان سرشمار کشور را دسته استقلال با تجربه ملکه و بازی جالب خود شاد خواهند نمود. و بعد از چند لحظه حالا مهمانان ضربه جریموی میزنند بعد از خطای فوتبال بازان تاجیک و بازی خیلی جالب است و هنر فوتبال بازان کامبوجا در بازی امروزه نسبت به دسته دوردوی خیلی فرق میکند و لگیونر از کشور گانا با همراهی باز نفر دیگر که در خط نیم حافظت است آمادگی میبینند. صدای هشتاک داور ضربه جریموی و اینجا باز دروازه‌بان نه این اکنون باز ابراهیم رابیموف آماده بود توپ از میدان بیرون میگردد و علیشر تویچیف با توپ صاحب میشود و کل مخلصان دوستداران فوتبال کشور البته
در روز 30 سپتامبر که دوره فینالی برگزار می‌گردد، البته شاهد قوه آزمایی جالبی دو دسته بهترین قاره آسیا، استقلال تاجیکستان و الامری فلسطین خواهند گردید. دوستان ارجمند، اکنون بازی دقیقه ایلوگی این واخوری اولو از طرف داور دو اونایی که امروز نتوانستند به میدان اساسی بیایند امکانات دارند که روز سیوم در واخوری فینالی در همین میدان اشتراک کنند. مخصوص ما با رهبران دانشکده های تاجیکستان، مخصوص دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان، دانشگاه ها و مکتب های ورزشی که در حقیقت دوستداران ورزش هستند به این میدان دعوت میکنیم. توپ ها را در این با بازی که برگزار گردید، توپ اولین را کاپیتان دسته دلشاد وزیف در دقیقه 26، توپ دوم را فرهاد طایروف در دقیقه 47، همین طریق توپ دیگر را ابراهیم ربیم هم در دقیقه 57 هم در دقیقه 90 او دو توپ زد در این بازی. همچنین فتولایف در دقیقه 75 عمرجان شریفف به دروازه کمبوج زدند. و بار دیگر ما شما را تماشابینان عزیز به این نتیجه بلندی دسته استقلال تبریک میکنیم و امید آن را داریم که شما روز سیوم در واخوری فینالی میان دسته استقلال و الامری فلسطین به همین میدان میایید و دسته دوست داشته خود استقلال دوشنبه را دستگیری مینمایید. گزارش را با شما اداره جوانی ورزش وسای شبکه یکم آماده کرده است. کارگردان فرهاد رحمتف، شارحان علی شریفف و رحمت شو عابدف. شاد و بردن باشید تا واخوری های آینده در میدان های ورزشی کشور.